از هنر شما امرار معاش میکنی یا دغدغتونه؟ از هنر امرار معاش نمیشه کرد، میشه به نظرتون؟ خیلی اصلا میکنن. من احتیاجی به امرار معاش از طریق هنر ندارم. یعنی پول دارین کلا؟ خدا رو شکر. خانوادگی پول دار بودین از اول؟ پدرم در واقع. یعنی طبیعتاً بله. هنوز از همون طریق شما درآمد دارین و یعنی از بابا پول میگیرین همچنان؟ پدرم فوت شدن، ولی خدا رحمتش. به هر حال وقتی بیس خانواده این شرایط رو داشته باشه طبیعتاً زیاد میشه دیگه، کم که نمیشه. اون موقع که خودتون مثلا افتاده بودین تو فیلم بازی کردن و تلفیلم و اینجوری یه مقدار زیاد شده بود فعالیتتون، حس بهتری نداشتین که پول خودتون رو در میارین؟ هیچ وقت به پول در آوردن فکر نکرده بودم راستش. این سوال که میپرسید بیشتر نه نه در این مورد حس بهتری نداشتم، ولی در این مورد که یه کار عجیب و جدید بود چرا حس بهتری داشتم. یه سفرهایی شما داشتید به آمریکا که حالا حول همین بازی کردن توی فیلم و این چیزا بود که سرانجامم منجر نشد به بازی شما توی فیلم. دلتون میخواست بازیگر ایرانی فیلم های هالیوود باشید یا شرایطی پیش اومد تصمیم گرفتید که حالا این کارو بکنید؟ من سفرم به امریکا برای بازی کردن در فیلم نبود. من چون مقیم امریکا هستم طبیعتا رفت آمد میکنم، ولی هدفم بازی کردن نبود. یعنی قبل از اینکه شرار رخام بازیگر باشین شما سیتیزن اونجا بودی؟ بله بودم. از همون طریق خانواده؟ بله. خب سفرم هیچ ارتباطی به بازی کردنم در فیلم های هالیوود نداشت. نه، پیشنهاد شد که من قبول نکردم. چرا آمریکا نموندی؟ نمیتونم. ایران دوست داری؟ خیلی. خانواده اون طرف ها؟ تقریبا. خب یعنی دلتون تنگ نمیشه برای خانواده بگیم برم اون ور زندگی کنم؟ خب همه دلم تنگ بشه میرم میبینمشون. یه موقعی اونها میان ایرانی، یه موقعی من میرم امریکا. خب شما که از جامعه و نمیدونم یه سری حواشی که براتون هست این چیزا ناراحت کننده توی ایران وجود داره، چرا نمیرین اونجا یه زندگی راحت و بدون درد سر داشته باشی؟ راستش این اواخر کمی بهش فکر میکنم، به مهاجرت کردن فکر میکنم، ولی در مجموع نمیدونم، خیلی سخته، خیلی دلتنگی داره، خیلی سخته. یعنی یه موقعی فکر میکنم که این دفعه دیگه برای همیشه مهاجرت میکنم، ولی باز میرم، بعد از چند ماه طاقت نمیارم باز برمیگردم. یعنی حرفای ناخوشایندی که میزنن حالا چه تو فضای مجازی، تو جامعه هم برمیخورید به این حرفا؟ مثلا یکی تو خیابون یه چیزی بگه؟ تو جامعه نه، فقط مجازی هم. بله فضای مجازی. حالا اگه تو خیابون یکی مثلا اومد یه حرفی از دور زد، مثلا از اون برای خیابون یه بی احترامی که از چیزی که شما چیکار میکنی؟ از فنون رزمی که استفاده نمیکنی؟ نه بی احترامی از راه دور نه. خب بنده خدا حالا یه گره روانی داشته زده بیرون یه چیزی گفته، من بیشتر به شکل یه صوت بهش نگاه میکنم، یه صوتی که در فضا منتشر شده. شما صوتی در فضا منتشر نمیکنی؟ نه.